لیلی خامنه، روزنامه‌نگار اقتصادی از ازمیر ترکیه با ما همراه شدن. خانم خامنه خیلی خوش اومدین. در سالهای گذشته ما بارها شاهد این بودیم که مقامات جمهوری اسلامی تاکید کردند بر قطع وابستگی دولت به دلار. فکر می‌کنید که چرا این اصرار اینقدر وجود داره؟ وای اینکه ریشه مشکلات اقتصادی ایران که در این اواخر هم خیلی زیاد بوده در وابستگی به دلاره. سلام و عرض ادب. حذف دلار از اقتصاد ایران یک رویاست. من یادمه که سالا جوانتر هم که بودم، روزنامه نگار بودم، باز هم این رو میشنیدیم از مسئولان مختلف که باید دلار رو حذف بکنیم، یک سبدی رو داشته باشیم، توش ارزهای مختلف رو بچینیم و از ارزهای مختلف استفاده کنیم و از وابستگیمون به دلار کم بکنیم. همونطور که گفتم این یک رویاست و هنوز هم که هنوز محقق نشده و آقای رئیسی هم به منوال همچنان دارن حرفهایی که در قبل زده شده و محقق نشده رو دارن، همونها رو به یک زبان دیگه با تشکیل دبیرخانه اینا رو بیان میکنن و همونقدر هم بی نتیجه هست. اما واقعا این که به ایشون بگن با کدوم ارز میتونیم این رو جایگزین بکنیم، ببینید در دنیا، در اقتصاد پولی دنیا ارزی میتونه جایگزین باشه که فراگیر باشه، که مبادلاتش ساده باشه، که همه بپذیرنش. الان بیان با ترکیه مثلا، میگه با کشورهای اطراف، با لیر ترکیه که دچار همینطوری دچار در برابر دلار هر روز و هر روز دچار نوسان عجیب و غریب و غیر قابل اطمینانه، یا با روبل روسیه که خودش الان دچار تحریم‌های عجیب و غریبه و خودش دچار بی‌ثباتی هست. پس می‌بینیم که ارز معتبری مثل دلار که دارای ثباته، دارای فراگیریه، هیچ وقت نمیتونه، نه از اقتصاد ایران، از اقتصاد دیگر کشورها هم که می‌خواستن این کارو انجام بدن، حذف بشه. حالا میرسیم به سوال دوم شما. ببینید ایشون فکر میکنن که دلار عامل تورم و یا این نقدینگی در کشور ماست. همونطور که در آمارتون گفتین، در تا بهمن 1401 بدهی بانک ها به بانک مرکزی 135% رشد کرده. رشد نقطه به نقطه بدهی بانک ها به بانک مرکزی از 56% به 84% رسیده. بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی از 644 هزار میلیارد تومان به 841 هزار میلیارد تومان رسیده. این ارقام یعنی چه؟ این ارقام یعنی پول، یعنی خلق پول، پولی که داغه، پولی که بدون پشتوانه قوی هست، یعنی افزایش حجم نقدینگی به 6100 هزار میلیارد تومان. و وقتی در هر جای دنیا وقتی رقم رشد نقدینگی از 20% میگذره، علامت هشدار به اقتصاد اون کشور زده میشه، در صورتی که ما در ایران سالهای متوالی هست همچنان رشد نقدینگی 25% و حتی به بالا رو هم داریم تجربه میکنیم. و این کل ماجرا هست که خیر غیر ممکنه، و این که واقعا مشکلات در جای دیگه نهفته است که خود آقایون بهتر میدونن اما نمیخوان بپذیرنش. بسیار متشکرم از شما لیلی خامنه، روزنامه‌نگار اقتصادی.